درود بر شما. 20 اسفند ماه 1401 خورشیدی و 10 مارس 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به نقشه حکومت در مسموم کردن دانش آموزان و دانشجویان دختر میپردازیم و در قسمت بعدی برنامه درباره چگونگی حفاظت از خامنه‌ای در مسافرت‌ها به ویژه در سفر نوروزیش که هر ساله انجام میشه قاعدتاً به مشهد، پرده آخرم آخر برنامه بپردازیم. اول به مواضع سپاه و وزارت اطلاعات اشاره‌ای بکنم لااقل، چون دو نیروی دست در کار جنایت‌های پنهان و آشکار جمهوری اسلامی هستند. چه انفجارها در اماکن مذهبی به هدف تشدید فشار بر جامعه، چه ربودن‌ها و کشتن‌ها و چه اسیدپاشی‌ها و غیره. مجری این جنایت‌ها مزدوران سپاه و وزارت اطلاعات بودند، گاه در ارتباط نزدیک با امام جمعه ها، نماینده های خامنه‌ای در استان‌ها مثل اسیدپاشی‌های اصفهان و خراسان. همیشه اگر کسی رو مثلا دستگیر کردن تحت فشار افکار عمومی، رسانه‌ها، اگه کسی رو گرفتن یا امثال سعید امامی بوده که خواستن سر به نیستش کنن، ماجرای قتل‌های سیاسی دهه 70، وصلش کردن به اسرائیل به فرمایش آقا، به فرمان آقا، یا هیچ ربطی به موضوع نداشته اون آدمی رو که مثلا گرفتن با تهدید ازش اعتراف اجباری پخش کردن، حتی این بار هم سناریو چیده شده. عرض میکنم خدمتون، 14 اسفند، یک روز پیش از سخنرانی خامنه‌ای درباره جنایت ملی حملات شیمیایی به مدارس دختران و خوابگاه‌های دختران دانشجو، فارس، خبرگزاری سپاه نوشت عامل این مسمومیت‌ها، باورتون بشه، نوشت شیطونی خود دانش آموزا بوده. شیطونی کردن، این کار کردن. کارشناسان و متخصصان تاکنون دو فرضیه را در خصوص مسمومیت دانش آموزان پررنگ تر می دانند. یکی احتمال شیطنت نوجوانانه در داخل مدارس و دیگری ترس جمعی. این دانش آموزا یه دفعه یهویی تصمیم گرفتن تو 31 استان کشور همزمان همکلاسی‌هاشون رو شیمیایی کنن، بعدم دیگه همه ترسیدن و سرگیجه گرفتن و اینا. کلن حمله شیمیایی به مردم کار خود مردمه، دانش آموزا و معلما، یا حالا کار دشمنان خارجی اگه کم بیاریم. یک روز قبل از سخنرانی خامنه‌ای یک شنبه پیش، فقط از یک رسانه در ایران رو بذاریم براتون بخونم که حکومتی ها چجوری رسانه‌ای میکردن نظراتشون و حضرات. سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس در واکنش به مسمومیت‌های سریالی به سایت دیدبان ایران گفت دشمن و سرویس‌های جاسوسی پشت صحنه این موضوعات نقش دارند. وقتی از اغتشاشات اخیر نتیجه نگرفتند، به دنبال این هستند که فضای روانی جامعه را به هم بریزند. آصفری نماینده مجلس میگوید مسمومیت دانش آموزان دختر به دولت انگلستان ارتباط دارد. دولت انگلستان. زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری میگوید مسمومیت دانش آموزان در مدارس کار معاندان و منافقان است. دیگه این خارج رو نگفت. نظری نماینده مجلس میگوید اینکه این ماجرا توطئه‌ای از سوی دشمنان نظام است و آنها بنا دارند از این طریق به نظام لطمه بزنند و دست دشمن در کار است و ممکن است برخی از معلمان پشت قضیه باشند، دور از نیست. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت این اقدام حلقه ای دیگر از زنجیره توطئه های دشمن است. ببینین، این اظهار نظرهای یکسان نشون میده که حکومت برنامه ریزی کرده. اول سکوت بیش از 3 ماه، بچه ها بال بال میزنن، هزاران دانش آموز تو مدارس، سکوت. بعد داریم تحقیق میکنیم، تحلیلمون اینه که کار دشمنه.
هدف زمینه سازی برای ظهور امام عصر جلو دوربین صدا و سیماشون زمانی که دیگه امکان کش دادن سکوت نباشه. بعد امام عصرشون میاد جلو دوربین میگه کار خودی هاست لابد. چرا اینجوری میگه؟ تا همه وفاداران دیروزش که ازش رو برگردوندن و ریزش نیروها رو به خطر بزرگی برای حکومت تبدیل کردن، اونا بگن چه پدر مهربونی، اشتباه میکردی، ما همه سرباز توییم، خامنه ایم. این همون شیوه برنامه ریزی های تروریستی جمهوری اسلامی است در بمبگذاری در حرم امام رضا سال 73، اسید پاشی ها سال 93 و پیش از اون و بعد از اون تا توجیهش تا سال 99 در کشتار شاهچراغ شیراز سال 1401 و غیره و غیره. امام عصرشون 15 اسفند میاد تو حیات بیت به مناسبت روز درختکاری که هر سال یه سخنرانی هم کنار درخت ها میکنه، جلو دوربین درخت میکاره، درباره فواید درختکاری صحبت میکنه، آخرش هم میگه ضمناً میخواستم یک نکته رو بگم. یک اشاره هم میخوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش میکنن وظایف رو مشخص کردن. من میخوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعا دستهایی در کار باشه و افرادی گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه های مسئول، دستگاه های اطلاعاتی، دستگاه های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه. خب کلا رو قاضی کنیم، اصلا کاری نداریم به اینکه بحران ملی حملات شیمیایی به مدارس و خوابگاه دختران دانشجو که واقعا شاید بشود گفت که بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران در طول 44 سال گذشته، تصمیم گیری درباره این موضوع و انجام این کار واقعا از پس فقط میتونه یه آخونده بر بیاد که سینما رو یک ساعتیش زدن گفتن کار ساواک قبل از انقلاب، از اینکه 600 نفر بیش از 600 نفر سوختن تو اون آتیش، بعدم اومدن قدرت گرفتن، بعدم با شناسنامه شدن نماینده مجلس دیگه. این توضیحات رو با جزئیات مستند در برنامه های مختلف هم من کردم، هم افراد دیگری حتی در ایران. خب عرض کردم کاری نداریم به این که این پرداختن رهبر یک نظام سیاسی میاد به این بحران ملی با این ابعاد وسیع، بزرگ، عمیق یه توضیح ضمنی میده در کنار درختکاریش. کاری نداریم. بعد از 3.5 ماه چرا این آدم میاد این حرفا رو میزنه؟ میگه اطلاع هم دارم از حتی جلسات مسئولین در این باره. پس چرا تمام 3 ماه گذشته خفقان گرفته بود؟ چرا؟ اگه این همه این موضوع مهمه و جنایت بزرگی است و عاملان و آمرانش باید به اشد مجازات برسن و عفوی وجود نداره و از این حرفا، چرا در تمام 3.5 ماه گذشته هیچی نگفتی درباره همچین مسئله مهمی؟ فقط 2 دلیل میتونه داشته باشه. 1. خامنه‌ای با این حرفا بیاد خودشو مبرا بکنه و کل نظام برنامه‌ش اینه که بیاد خودشو مبرا بکنه، بگه من مخالف این داستانم، مخالف این جنایت هام و باید به اشد مجازات برسن،
حالا عرض میکنم که بعد از 3 ماه و نیم البته میاد این حرف رو میزنه. یک اینه که خامنه ای مبرا باشه، چون این اثر منفی که این کارهای حکومت گذاشته است بر جامعه اینو به هر حال باید نندازیم گردن خامنه ای و سعی بکنیم که رهبر این نظام مقدس رو مبرا نشون بده و خودش رو تنبیه کننده مثلا و مجازات کننده افراد بدانیم. از اول انقلاب تا حالا من اشاره کردم به ماجرای سعید امامی، قتل‌های سیاسی دهه 70 تا امروز، همه کار خودشونه، خودشون سناریو رو می‌ریزن، خودشون تنبیه مثلا میکنن، خودشون مجازات میکنن اینا. خب این یه موضوع. دومین هدف که در واقع برنامه اصلی است، میگه ما میزنیم، میکوبیم، ناکار میکنیم، انتقام انقلاب مهسا رو میگیریم، بعد که جامعه فلج شد میگیم بگیرین جنایتکارا رو. این اسید پاشی ها کی گرفتن سر اسید پاشی ها؟ و تو این ماجرا شاید هم یه چند نفری رو بیارن اعتراف اجباری بگیرن که بگن ما کردیم. نه فقط از رهبرشون هیچ سخنی درباره این جنایت سراسری در تمام این 3 ماه گذشته نبود، از دستگاه‌های نظارتیشون هم به اصطلاح هیچ خبری نبود. وزارت اطلاعات بعد از 3 ماه و نیم که این جنایت سراسری ادامه داشته، اولین بیانیه‌شو 1 روز بعد از سخنرانی خامنه‌ای داد. 1 اتفاقی در مملکت نیفتاده، سخنرانی خامنه‌ای 1 اتفاق در مملکت، بیانیه میدیم بعدش. بعد بیانیه‌اش هم مثل حرفای رهبرش نه مستقیم درباره مسموم سازی های 3 ماه و نیمه که به مناسبت نیمه شعبانشون بیانیه میدن، ضمناً درباره جنایت‌های جاری در مدارس هم می‌نویسن، اما نمی‌نویسن حمله شیمیایی و پخش گاز سمی و حتی مسمومیت دختران دانش آموز. میگه بدحالی برخی دانش آموزان، برخی بدحال شدن. با عرض صمیمانه‌ترین تبریک، من بیانیه وزارت اطلاعات دارم میخونم براتون. با عرض صمیمانه ترین تبریک و تهنیت ها به مناسبت میلاد مسعود قائم آل محمد صد صاحب العصر و زمان حضرت امام فلان فلان اج به کلیه منتظران ظهور آن حضرت و با دعای خاضعانه برای تعجیل در فرج حضرتش، مجاهدین پایگاه عظیم مبارزه و جهاد مفتخرند که خجسته‌زاد روز حضرت ولی الله العظم به نام روز سربازان گمنام امام زمان نامگذاری شده و همواره این مناسبت فرخنده را فرصتی مغتنم برای تجدید فلان فلان فلان. ادامه بیانیه یه وزارت اطلاعات. و اما اینک به دنبال دستورات قاطع و مطاع رهبر حکیم انقلاب اسلامی فلان، در بیانات 15 اسفند ماه سربازان گمنام امام زمان اج اطمینان می‌دهند با تمام توش و توان و تجارب و تجهیزات خیش روند تحقیقات و پیگیری‌های همه‌جانبه اطلاعاتی امنیتی و فنی خود را به صورت بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر و فلان و فلان تا حصول نتیجه قاطع و نهایی ادامه خواهند داد. وزارت اطلاعات فلان 16 اسفند. بعد همزمان با این اطلاعیه، یعنی یه روز بعد از صحبت خامنه‌ای، باز وزارت مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور میاد صحبت‌های رهبرشون رو توضیح میده. در 5 استان تعدادی از افراد رو شناسایی کردند، دستگیر کردند و الان مشغول تحقیق و بررسی کامل هستند. انشاءالله به محض اینکه اطلاعاتشون کامل تر شد و به نتایج روشنی رسیدن، اون نتایج رو اعلام میکنن. البته بعضی از موارد رو هم که جنبه غیر معاندانه داشته هم اونها رو به دست آوردن، اونها ارشاد شدن. شناخت نقشه دشمن برای مردم ما و دانش آموزان عزیز بسیار مهم. امروز دشمنان ما در صدد هراس افکنی، استرا و اخلال در نظام آموزشی کشور هستند.
موضوع رو بسیار بزرگتر از اون چیزی که هست دارن منعکس میکنن. بعضی ها هم در داخل همون دست ها و همون جریان هایی که پشت صحنه اختشاشات و جنگ ترکیبی گذشته بودن، امروز هم در داخل و هم در خارج به صحنه آمدن و به دنبال این هستن که از این مسئله ای که به وجود آمده که احتمالاً انشاءالله در اثر تحقیقات دستگاه اطلاعاتی روشن‌تر خواهد شد، همون دست‌های پشت جنگ ترکیبی گذشته این مسئله رو مدیریت و هدایت کردن و هدایت می‌کنند. تدابیر و نظرات دیروز مقام معظم رهبری بسیار مهمه و انشاءالله که ما دستگاه‌های مسئولمون به سرعت عوامل مؤثر و کسانی که با انگیزه های معاندانه دست به این کار زدن شناسایی بشن. معاون امنیتی وزارت کشور خیلی چیزا رو لو داد تو این صحبتش در سیمای آقایون. اوضاع اینقدر خیته که تو همین چند جمله توطئه و جنایت و حکومت رو کرد. میگه اولا چند تا رو گرفتیم، انگیزه های معاندانه نداشتن، دشمن نبودن، ارشادشون کردیم، بعدم ولشون کردیم، یعنی از خودمون بودن، از خودمونن، ارشادشون میکنیم. گفتیم بهشون، ارشاد کردیم، گفتیم آقا ازتون راضیه، خودم ازتون راضی باشه، فعلا بریم فتیله رو بکشیم پایین. این یه بخش کار. بخش دیگه چیه که عرض کردم لو داد؟ گفت شناخت نقشه دشمن در جنگ ترکیبی با نظام برای مردم ما و دانش آموزان عزیز بسیار مهم. دشمن کیه؟ جنگ ترکیبی که همونه که آقا فرمودن، اختشاشات، انقلاب مهسا، زن زندگی آزادی، 31 استان درگیرشه، میشه اون اختشاشات و جنگ ترکیبی دشمن. خب دشمن کیه؟ همونایی که انقلاب زن زندگی آزادی رو راه انداختن و رهبر فرزانه به اون انقلاب گفتن جنگ ترکیبی علیه نظام مقدس. یه نتیجه‌ش اینه دیگه. رهبر فرزانه که صحبت کردن، ما رفتیم سراغ شناسایی این دشمن که داره گاز پخش میکنه تو مدارس. بلافاصله رفتیم. ایشون دوشنبه صحبت کردن 15 اسفند. ما با دستگیری معاندان نظام که دانش آموزا رو مسموم میکنن، این شناخت رو به مردم و دانش آموزان عزیز میدیم که اینا ادامه همون جنگ ترکیبی، ادامه همون انقلاب. یعنی چی؟ یعنی ما باید منتظر بشیم چند تا بی ربط رو بیارن سیمای آقایون بگن ما دانش آموزا رو مسموم میکنیم که فیلم بگیریم بفرستیم برای شبکه‌های ماهواره‌ای علیه نظام پخش کنن. و این اتفاق از فردای سخنرانی خامنه‌ای افتاد. یه روز بعد از صحبت‌های خامنه‌ای یهو یه عده دستگیر شدن. مثلا این یارو هم که حرف می‌زد یه روز بعد از سخنرانی خامنه‌ای، همه منتظر بودن که رهبر فرزانه بگه دستگیرشون کنین، که پدر مهربان امت فرمودن بگیرینشون، گرفتن. کیا رو گرفتن؟ 16 اسفند وزارت کشور اعلام کرد در 6 استان خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان و البرز تعدادی از افرادی که به تهیه مواد تحریک کننده و انتشار آن در بین دانش آموزان عزیز اقدام کرده بودند که به بروز عوارض و ناراحتی برای دانش آموزان منجر شده است، شناسایی و دستگیر شدند. در مورد یکی از تیم‌های 4 نفره، 3 نفر از آنان دارای سوء سابقه از جمله فعالیت در اختشاشات اخیر هستند و ارتباط آنان با رسانه‌های معاند خارجی که نقش برجسته‌ای در اختشاشات و جنگ ترکیبی اخیر داشتند محرز شده است. یکی از اعضای این تیم ضمن انتقال مواد تحریک کننده از طریق فرزند خود به داخل مدرسه و انتشار آن در بین دانش آموزان، پس از بروز بدحالی تعدادی از عزیزان دانش آموز، بلافاصله به تهیه فیلم از آنان در داخل مدرسه و بیمارستان اقدام می‌کرده و صحنه بدحالی دانش آموزان را برای رسانه‌های معاند ارسال می‌کرده است. کی باور می‌کنه؟ جز این که هر کی بشنوه میگه حیا کن، شرم کن. کی باور میکنه که آدمای معمولی از پس این حملات بیولوژیک، چه نظر فنی و تخصصی، چه نظر سیاسی و امنیتی بر بیان؟ هفته پیش گفتم
دیکتاتورها یه خنگی ذاتی دارن، خودشونو به در و دیوار میزنن تا مثلا مردم رو گول بزنن، ولی دستشون انقدر روه که امکان نداره هوش متوسطی داشته باشی و جزئیات حقوق بازی های دیکتاتورا رو نبینی. ساده ترین جواب رو برای مثال عرض میکنم، ساده ترین جواب رو این حقوق بازی های حکومت یک معلم در تجمع فرهنگیان و خانواده دانش آموزان میده در نوراباد ممسنی شیراز 16 اسفند. یک کسی که حق داره یک شعاری توی دیواری می نویسه، اینا با پهباد و خودشون خیلی سریع شناسایش می کنن، دستگیر می کنن، زندان می کنن، شکنجه می کنن و غیره. اما شما از این جریان مسئله شیمیایی و این کاری که با دانش آموزان ما انجام می دن فرافکنی می کنن و هیچ مسئولیتی در قبال این ندارن، با این همه اطلاعات سریع و قوی که دارن ولی هیچ کاری انجام ندادن. بزنین یکی دو نکته دیگه کوتاه عرض بکنم این بخش رو ببندیم. یکی این که از همون روز بعد از سخنرانی خامنه‌ای، غیر از این که بسیاری رو دستگیر کردن، حمله های شیمیایی به مدارس و خوابگاه دختران دانشجو به شکل آشکار و شگفت‌انگیزی کم شد. خبری دیگه این قضیه نبود. چرا؟ دشمنان از سخنرانی خامنه‌ای ترسیدن؟ مثلا اون چند جمله‌ای که گفت ترسیدن؟ یا سخنرانی خامنه‌ای دستور توقف کار بود؟ نکته بعدی این است که مگه نه این که مجموع دستگاه اطلاعاتی و سپاهی و حکومت و نماینده های مجلسشون میگن که این کارا کار دشمنان، این جنایت ها کار دشمنه، حالا داخلی خارجی هرچی. خب پس چرا تظاهرات خانواده ها رو، دانش آموزا رو علیه همین دشمنایی که دانش آموزا رو مسموم میکنن سرکوب میکنیم؟ خب همسو با شما باید تظاهرات بکنه. شما میگین دشمنن، اینا میان میگن مرگ بر تروریست، چرا سرکوب میکنین؟ تجمع سه‌شنبه گذشته تو خیلی از شهرها با حمله مزدورای جمهوری اسلامی روبرو شد، سرکوب میکنین چون به خودتون میگیرین. اصفهان بود سه‌شنبه 16 اصفهان، تجمع خانواده هایی که بچه هاشون بال میزنن از این حمله های شیمیایی در مدارس. خب این وحشیگری از فاشیسم مذهبی حاکم که چیز عجیب و جدیدی نیست واقعا، اما یه چیز رو این تجمع ها و این درگیری های خیابونی نشون میده، این که باز نقشه حکومت برای ساکت کردن مردم نگرفت. این حکومت هر کاری میکنه لرزانتر میشه، رو پل شکسته روی یک رود پرتلاطم نشسته، با هر حرکت پل بیشتر میشکنه و غرق کردن حکومت رو نزدیکتر میکنه. هر نوروز میره مشهد، غیر از دو سالی که به دلیل کرونا، پارسال نه، دو سال قبلش به دلیل کرونا سفرهای نوروزیش لغو شد. محل استقرارش، اقامتش در مشهد کاخ ملک آباده. این کاخ که داخل باغ 300 هزار متر مربعی ملک آباد مشهده، قبل از انقلاب محل اقامت محمد رضا شاه پهلوی بود وقتی به مشهد میرفت. تو 30 سال گذشته بخش کوچیکی از این باغ که موزه است، بله دیگه، از سال 1170
بخش کوچکی از این باغ که موزه است عمومی است و بقیه به ویژه بخش غربی باغ که کاخ اصلی خامنه ای اونجاست به شدت محافظت میشه. جای دیگه محافظت میشه، اینجا خب برنامه دارن برش که حالا در طول برنامه صحبت میکنیم. دو تا کاخ اصلی و کاخ فرعی هست در بخش غربی باغ ملک آباد که در جوار حرم امام رضا مورد استفاده رهبر مسلمین جهان است. در مجموع خامنه ای 12 تا کاخ در ایران مورد استفاده شه، از کاخ جماران و نیاوران گرفته تا همین ملک آباد که بزرگترین و پر حفاظترین کاخ رهبر ساده زیست جمهوری اسلامی است. حالا من امشب قرار نیست که درباره تجملات و امکانات زندگی خامنه‌ای گزارش بدم. موضوع چگونگی حفاظت از خامنه‌ای است در برابر ترورهای احتمالی، به ویژه در سفرهای پیشبینی شده و نوروزی به مشهد. در خدمت آقای بابک تقوایی هستیم، نویسنده و پژوهشگر دفاعی. خب آقای تقوایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. بسیار سپاسگزارم که باز پذیرفتید که در برنامه ما حضور داشته باشین. آقای تقوایی، معمولا میخوام برگردم همین نکته آخری که عرض کردم در مقدمه، معمولا ترور اشخاص در مسیرها یا محلهای از پیش معلوم شده خب راحتتر انجام میشه. یعنی وقتی برای مثال سفر نوروزی خامنه ای معلومه که هر سال 27 یا 28 اسفنده با این همه احتمال به ویژه حمله های هوایی، حالا که دیگه پهپادها هم هستن و اینها که قابل ردگیری هم خیلی نیستن، خب تو این سفرها به ویژه از تهران که پرواز میکنه تا مشهد چی جوری ازش محافظت میشه خامنه ای؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در سال خامنه ای دوبار به مشهد سفر میکنه. در نوروز سفرش معمولا روز 27 یا 28 اسفند ماه شروع میشه و تا روز پنجم تا ششم فروردین به طول میانجامه و همچنین در تابستون هم به مدت 2 هفته در مشهد حضور داره. معمولا این سفرش در مرداد ماه صورت میگیره، بعضی وقتها سفرش در شهریور ماه صورت میگیره، سفر تابستونیش به شهر مشهد. خب تمام این عملیاتی که برای محافظت علی خامنه ای انجام میشه، فرماندهیش بر عهده سپاه ولیامر مسلمین هستش. سپاه ولیامر یک زیرمجموعه سپاه پاسداران هستش که تخمین زده میشه نیروهایی که داره بین 3500 الی 6000 نفره. حالا خودشون اعلام میکنن 12500 نفر هستن، ولی به نظر میرسه با توجه به این که خب اینها مشکلات امنیتی دارن و کمتر اعتماد میکنن به نیروهایی که حالا میخوان در سپاه ولیامر اینها رو استخدام بکنن، نیروها حداکثر بیشتر از 6000 نفر نیستش. خب این نیروها وظیفه نظارت بر تمام جوانب محافظت از خامنه‌ای رو بر عهده دارن. در مرحله بعدی وظیفه محافظت از اون بر عهده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و نیروی هوایی ارتش و نیروی پدافند هوایی ارتش هستش. در اینها لایه لایه با سامانه های پدافندی از کاخ اصطلاحا محافظت میکنن و همچنین در حین انتقال اون از شهر تهران به شهر مشهد، خب برخی اوقات رخ میده که اصطلاحا با هواپیماهای جنگنده، خب اینها میان این هواپیماهای تشریفاتی که الان ما مشاهده میکنیم، مثل این ایرباس 321 که خب در گذشته خیلی مورد استفاده بود، این رو اسکورت میکنن. در شهر مشهد این جنگنده های فانتومی که الان ما مشاهده میکنیم رو اینها گسترش میدن، معمولا از پایگاه نهم شکاری تاکتیکی بندرعباس اینها رو گسترش میدن حدود 3 روز قبل از ورود خامنه ای و این جنگنده ها وظیفه تامین آلرت در شب رو دارن. پس از این اینها سامانه پدافند S300 که در فیلم در این تصویر مشاهده میکنیم، یک سامانه S300 رو از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه مشهد منتقل میکنن از راه زمینی. این سامانه S300 وظیفه محافظت از آسمان شهر مشهد رو در برابر حملات هوایی، حملات پهپادی و همچنین حملاتی که با استفاده از موشک کروز صورت میگیره انجام میده و لایه های بعد از اون استفاده از سامانه های پدافند میانبرد هستش. سامانه S300
300 PMU2 خب این سامانه دوربرد هستش، متعلق به ارتش هستش، نیروی پدافند هوایی ارتش، و بعد از اون لایه های بعدی سامانه های میان برد هستش، سامانه مثل رعد 1 و رعد 2 که متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران هستش. این رو میبرن در منطقه قاسم آباد، در محله قاسم آباد مستقر میکنن توی شهر مشهد، و در لایه نهایی سامانه پدافند هوایی هرز 9 هستش که این رو میبرن در دانشگاه فردوسی مجاور کاخ ملک آباد مستقر میکنن که با موشک‌های کوتاه بردش اگر مثلا پهپادی اومد یا موشک کروزی بود این رو مورد هدف قرار بدن. 3 تا تیربار ضد هوایی را هم به اسم سماواد که همون نمونه اصطلاحاً ساخته شده توپ اورلیکن سوئیسی هست در ایران رو میبرن در محله قاسم آباد و این رو کنار یک اصطلاحاً کارخونه تولید برق مستقر میکنن که این کارخونه برق وظیفش تامین برق اون منطقه و کاخ ملک آباد هستش. حالا اینا نگرانی های خودشون رو هم دارن، اگر حمله ای به اون کارخونه برق بشه با این سامانه های سماوات و اصطلاحاً اسکای گاردی که هستش از ارتش از اون محافظت بکنن. اینا سامانه های پدافندی هستش. در شهر تهران خب شخص خامنه‌ای هرگز با خودرو در شهر تهران رفت آمد نمی کنه. معذرت عذر میخوام، بذارین من اینقدر اطلاعات شما میریزین توی 2-3 دقیقه که من باید با پوزش شما رو نگه دارم، بگم که بذارین جوزش بکنیم بریم جلو تا میرسیم به انتقالش در داخل شهرها مثلا تهران و اینا. ببینید شما درباره انتقال فانتوم ها از تهران یا نمیدونم نوشهر یا جایی دیگه به مشهد گفتین در طول زمانی که چه از 3 روز قبل از اینکه خامنه‌ای میره مشهد تا موقعی که بر میگرده، و همینطور از انتقال که عکساش هم دیدیم از انتقال سامانه پدافند S300 همینطور به دلیل سفر خامنه‌ای میره برای حفاظتش، و احیانا نمیدونم احیانا هواپیماهای دیگه یا نمیدونم سیستم پدافندی دیگه. مگر در مشهد، در خود مشهد برای مثال همین دو نمونه‌ای که عرض کردم فانتوم ندارند یا سامانه ضد هوایی S300 ندارند که مجبورن همین 4 تا فانتوم ببرن از تهران مشهد یا نوشهر مشهد و 4 تا نمیدونم پدافند S300 رو ببرن از راه زمینی اونم که دیدیم عکس‌ها رو ببرن مشهد؟ من نیست تو مشهد. بله خدمت شما عرض بکنم که نیروی هوایی ارتش در شهر مشهد 8 فروند جنگنده F5EOF داره در پایگاه مقدم هوایی شهید حبیبی. این جنگنده ها از سال 1374 اونجا هستن و خب این جنگنده ها مشکلی که دارن این هستش که البته در این تصویر ما فانتوم رو مشاهده میکنیم، جنگنده F5E از فانتوم کوچیکتر هستش و خب در اون سالها خب در دهه 1970 میلادی ساخته شد، این جنگنده ها رادار بسیار ضعیفی داشتن و توانایی پرواز در شب رو ندارن، یعنی از ساعت 6 صبح میتونن پرواز بکنن تا ساعت 6 بعد از ظهر، اگر هم پرواز بکنن در شب ماموریت رزمی نمیتونن انجام بدن. به خاطر همین اینها مجبورن که از پایگاه‌های دیگه فانتوم ارسال بکنن، به خاطر اینکه در ایران محدودیت شمار جنگنده هستش، به خصوص فانتوم تقریبا حدود 59 فروند F4E باقی مونده که از این تعداد 36 فروند حدودا عملیاتی هستش در خدمت 3 پایگاه نیروی هوایی ارتش در شهرهای همدان، بوشهر و بندرعباس، و از این 36 فروندی که معمولا به طور همزمان عملیاتی هستش چیزی در حدود 18 فروند اینها توانایی رزمی کامل دارن، یعنی میتونن اصطلاحا موشک هوا به هوا شلیک بکنن. اینا میان از اون 18 فروندی که در سراسر کشور هستش 4 فروندش رو میفرستن به شهر مشهد که اگر در شب هنگام مثلا پهپادی ورود کرد، هواپیمای جنگنده‌ای ورود کرد یا هر چیز دیگه که وجود داشت، اینا نیاز داشتن یه جنگنده بلند بکنن که اون رو بره رهگیری بکنه، این فانتوم ها رو بلند میکنن و به خاطر همین چون F5 نمیتونن انجام بدن این ماموریت در شهر. ما به سامانه های پدافندی هم که بپردازیم، در شهر مشهد تنها 2 آتشبار سامانه پدافند هوایی میانبرد هاک در فرودگاه مشهد مستقر هستش، یکی در شرق فرودگاه یکم در غرب فرودگاه، که این سامانه ها تقریبا حدود اگر اشتباه نکنم هر کدومشون 6 فروند موشک آماده به شلیک دارن، ولی مشکلشون این هستش که اینا میانبرد هستن و
به زحمت میتونن از خود فرودگاه استلام محافظت بکنن و نمیتونن در برابر حملات موشک‌های کروز و پهپادی از شهر مشهد اینا بیان محافظت بکنن. بنابراین وقتی که خامنه ای میره به شهر مشهد، اینا مجبورن از مجموع 4 سامانه پدافندی S-300 که در ایران موجود هستش، خب از این 4 سامانه، یعنی 4 اصطلاحا گردانی که وجود داره، از این 4 گردان 2 گردانش تهرانه، یکی فرودگاه مهرآباد، یکی هم خاورانه. اونی که در فرودگاه مهرآباد هستش همیشه رزروه و اون مختص خامنه ای. هر جا که خامنه ای بخواد بره سفر، این سامانه رو، البته به طور کامل نه، نصفی از این سامانه رو که شامل اصطلاحا این سامانه 4 تا آتشبار داره، 4 تا پرتابگر موشک 4 تایی داره، اینا میان 2 تا از پرتابگراشو به اضافه رادار و تمام اصطلاحا پاوراش و تمام سامانه های جانبیش رو به مشهد منتقل میکنن. این 2 تا هر کدوم 4 تا موشک داره و نهایتا میتونن 8 تا موشک شلیک بکنن. حالا تعداد حدود 6 تا موشک رزرو هم میبرن، مجموعا 12 تا موشک زمین به هوا دارن برای این سامانه S-300 که بتونه در ارتفاع زیاد از شهر مشهد در برابر حملات موشک‌های کروز و همچنین اگر جنگنده‌ای بیاد و بخواد بمب نقطه زنی شلیک بکنه، بتونن اون بمب نقطه زن هم تا حدودی، البته به طور کامل نمیتونه S-300 این کار انجام بده، بتونن بمب مورد هدف قرار بدن با موشک‌های زمین به هوای S-300. چون محدودیت تعدادشون در ایران هستش، اینا مجبورن از شهر تهران یه دونه از این اصطلاحاً گردان‌ها رو، نصفش رو منتقل، 80% رو منتقل بکنن به شهر مشهد و طبیعتاً وقتی که منتقل میکنن، میزان حفاظت از آسمون شهر تهران کاهش پیدا میکنه. یعنی برای شخص خامنه‌ای میان حدود 30% از اصطلاحاً اون میشه گفتش آمادگی رزمی دفاع از آسمون تهران رو کاهش میدن برای اینکه این فرد در شهر مشهد حضور داره. و آیا اینها کافی است برای اینکه کاملا مطمئنن حفاظت بشود از خامنه‌ای در خدمت شما عرض بکنم که خب اینها طبیعتاً کافی نیستش و اینها نیاز دارن به سامانه های دیگه مثل تور M1 به تعداد زیاد. من تا حالا تور M1 در مشهد ندیدم. اینها میان معمولاً سامانه هرز 9 رو میفرستن با 2 تیر موشک، بیشتر از 2 تیر هم نداره، معمولاً 2 تیر هم رزرو میبرن. فقط هدفشون این هستش که زمان بخرن تا زمانی که این رو به پناهگاه منتقل بکنن. یعنی مثلا 5 دقیقه زمان بخرن یا 10 دقیقه که این رو منتقلش بکنن از محل کاخ به یه جای امنی و نهایتا هدفشون برای این تعداد موشکی که میبرن همین قد هستش، وگرنه به طور کامل نمیتونه بیشتر از 10 دقیقه از شهر مشهد بخواد این سامانه ها محافظت بکنه. آقای تقوی، حالا این سامانه ها رو شما گفتین، چجوری دیدبانی میشه در واقع؟ چجوری گشت زنی میشه؟ چه ابزاری هست برای اینکه کاملا اون منطقه پوشش داده بشه؟ اینم بگین بدونید. بله، خدمت شما عرض بکنم که وظیفه گشت‌زنی اطراف کاخ ملک‌آباد و خیابون‌های اطرافش بر عهده سپاه ولیعمر هستش. سپاه ولیعمر تیم‌های 4 نفره داره، لباس شخصی، سوار بر خودروهای شخصی هستند. این تیم‌های 4 نفره معمولاً گشت می‌زنن در خیابون‌های اطراف شهر مشهد. معمولاً 1 یا 2 نفر هم سوار هلیکوپتر ناجا می‌کنن. مثلا نیروی انتظامی 1 فروند هلیکوپتر در شهر مشهد داره. معمولاً روزی که خامنه‌ای ورود می‌کنه، این نفر وظیفه نظارت، یه دوربین فیلم برداری داره در دستش، پرواز میکنن در اطراف این کاخ ملک‌آباد، با این دوربین فیلم برداری میکنه. بعد فیلم رو اصطلاحا شبش اینا میان بررسی میکنن، با دقت آنالیز میکنن نقاطی که دیدن حساسه. فرداش همین تیمای 4 نفره رو میفرستن برن از نزدیک بررسی بکنن. یعنی اون حلقه اصلی دفاعی، نزدیکترین حلقه، بر عهده همین سپاه ولیعمر که معمولا وقتی که خامنه‌ای میره شهر مشهد، معمولا حدود 1000 تا 1400 نفر از اینها دخیل هستن. حالا شهرهای دیگه‌ای که میره و معمولا سفرهاش غیر منتظره هستش، یا اگر مناطق خیلی مثلا ناامن میره از دید اینها، مثل زاهدان یا کردستان، خب تعداد اینا خیلی بیشتر میشه. حتی یگانهای دیگه سپاه هم دخالت میکنن. اگر سفر مثلا مخفی باشه، مثل سفرهای تابستونی، تاریخ دقیقش خب خیلی مشخص نیست، معمولا تعداد اینها کمتر
کمتر میشه، ولی سفرهای نوروزی تعدادشون حدود 1000 تا 1400 نفره دخیل هستن در برنامه، که اینها هم خودشون حمل و نقل خودشون رو دارن. معمولا اینها رو شمارشون رو زمینی میفرستن، شمارشون هم با هواپیماهای آنتونوف 74 نیروی هوافضای سپاه میفرستن. روز قبل از اینکه خامنه ای هم بیاد، خود فرمانده های سپاه بنی هم میرن خودشون نظارت میکنن، یعنی روز قبلش یا روزی که حضور پیدا میکنه، یک ساعت قبلش با هواپیمای تشریفاتی خودشون، یه چالنجر اصطلاحاً یه هواپیمای چالنجر CL-600 دارن مال نیروی هوافضای سپاه پاسداران، با این هواپیما میرن شهر مشهد یک ساعت قبل از ورود خامنه ای و خودشون فرماندهی و نظارت میکنن. میرن ملک آباد در واقع، اونجا میرن فرودگاه و بعضی وقتا با هلیکوپتر هوانیروز ارتش، معمولا میل 171 که سپاه پاسداران میره پایگاهی به اسم امام رضا در ضلع جنوب شرقی فرودگاه مشهد، با اون هلیکوپتر اینا میرن پروازی میکنن و اصطلاحا فرماندهی رو انجام میدن، بعد میرن میشینن تا خامنه ای با اون اسکورت زمینی مینیبوس، اصطلاحا اینا دو یا سه دستگاه مینیبوس ضد گلوله استفاده میکنن تا خودشو برسونه به کاخ ملک آباد از راه زمینی. تو تهران با هلیکوپتر پرواز میکنه ولی تو مشهد زمینی میره. تو مشهد زمینی میره، از فاصله اون بخش فرودگاه مشهد تا ملک آباد چقدره و از کجا میره؟ اگر اشتباه نکنم 7 کیلومتر و 800 متر هستش، معمولا از جاده های اصلی میره. زمانی که نکته جالب این هستش که زمانی که این هواپیما نزدیک مشهد میشه و تا زمانی که این منتقل میشه به کاخ حدود یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع طول میکشه و معمولا از اون فانتوم هایی که منتقل کردن 4 فروند، 2 فروندش گشت هوایی دارن. این گشت هوایی مال زمانیه که این در فضای بازه، یعنی نگرانی دارن که در فضای باز مثلا پهپادی بیاد، چیزی بیاد، اینو بخوان حالا با این فانتوم ها مثلا مورد هدف قرار بدن. توی این فاصله که حدود 7 کیلومتر و 800 متر از جاده اصلی میرن، خب به شدت خیابون ها رو میبندن. معمولا سپاه ولیعهد میاد، در رده بعدی اصطلاح نیروی انتظامی میاد، رده های بعدی سپاه استانی میاد و در رده نهایی همین نیروهای بسیجی که در پایگاه هایی که دارن مثل این گردان های امام حسین و عاشوراشون، اینا میان و خیابون ها رو میبندن تا این مسیر امن بشه و این بتونه بره. علت اینکه در مشهد زمینی این حرکت میکنه این هستش که کاخ ملک آباد محل فرود هلیکوپتر نداره و حتی در دانشگاه فردوسی هم محل کافی برای فرود هلیکوپتر نیست، به خاطر همین مجبورن این رو زمینی ببرن. ولی در تهران در ضلع جنوب غربی میدان هور همیشه هلیکوپترها فرود میان، 4 فروند، 2 فروند هلیکوپتری هستش که معمولا این میره سوار یکیشون میشه و اون یکی خالی میره، تا به قول معروف معلوم نباشه که این سوار کدومه. 2 فروند اضافه هم بلدی 212 محافظای اضافی این رو میبرن فرودگاه مهرآباد از ضلع جنوب غربی میدان هور که پادگان سابق نیروی زمینی ارتش بود، میبرنش به فرودگاه مهرآباد و میشینه کنار آشیانه سلطنتی سابق که الان آشیانه جمهوری اسلامی بهش میگن و اونجا سوار هواپیمای تشریفاتی میشه یا بعضی وقتا هواپیمای مسافربری. ببینین هواپیمای مسافربری که اشاره میکنین، خب مخصوصا هر وقت سوار شده یه فیلمی هم گرفتن ازش، اگر درست باشه من نمیدونم، چون خب همیشه از ساده زیستی خامنه ای برای هواداراش میگن که مثل شاه عباس سفر میکنه. در یه فیلمی هستش که اگر نشون بدیم میبینیم، یه که کوتاهه که به سفرش به مشهد فکر میکنم که شاه عباس البته لباس مبدل داشت میرفت بین مردم، میگن خامنه ای با عبا عمامه اینا همینطوری یه جور نشون میده که بلیت میخره میره سوار هواپیما میشه، قسمت اکانومی هم میره مشهد. این داستان چی آقای تقوایی؟ شما به قول رفسنجانی راستی آزمایی کنین، درسته واقعا این روش استفاده میشه؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که سفرهایی که از قبلش مشخص هستش خامنه ای معمولا میره، معمولا سفر نوروزی مشهد و سفر تابستانه به نوشهر برای اون مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان افسری نیروی دریایی در ضلع شمال فرودگاه نوشهر. و معمولا این سفرها شناخته شده هستش و وقتی که خامنه ای معمولا مشخص هستش به این سفرها میره، اون هواپیمای تشریفاتی که معمولا اون رو حمل میکنه خالی میره به مقصد و اینها از قبلش حدود 20 تا بلیط، 15 الی 20 تا بلیط خریداری میکنن برای خود خامنه ای و محافظانش.
و معمولاً یک یا دو نفر از خبرنگاران صدا و سیما هم هستن که در این لحظه فیلم برداری میکنن و یک حالت تبلیغاتی داره، مثل رهبر کره شمالی که سوار قطار میشه یا رهبران حکومت‌های کمونیستی و مثلا رهبر ونزوئلا، رئیس جمهور ونزوئلا، و حالت تبلیغاتی داره این رو ساده زیست نشون میدن، در صورتی که اون هواپیمای تشریفاتی که قرار اینو ببره هواپیما خالی میره، یعنی تمام هزینهش پرداخته میشه، اون هواپیمای تشریفاتی میره. من خودم شاهدش بودم در نوشهر در تابستون سال 1391 شهریور ماه. خب یک هواپیمای بوئینگ 737 بودش با رجیستریشن کد اصلاً یه لقبی هم داره به اسم آقا، این هواپیما قبل از انقلاب پرسپولیس بود اسمش، و این هواپیما خالی اومد و خامنه ای سوار بر فوکر صد آسمان اومد. خب کسی انتظارشو نداشت، ولی خب اینا دوتا خبرنگار هم داشتن و فیلمش رو گرفتن و وانمود کردن که این فرد بسیار ساده زیست هستش و معمولا سفرهای برگشت همیشه با هواپیمای تشریفاتی میاد، ولی سفرهای رفتی که از قبل مشخص تاریخش با اون هواپیمای به قول معروف مسافربری، بعضی وقتا حدود 30% مواقع این رخ میده. تابستون امسال که رفت مشهد، خامنه ای از هواپیمای مسافربری استفاده نکرد، اگر اشتباه نکنم عید امسال هم یعنی 1401 هم رفت مشهد و از هواپیمای مسافربری استفاده نکرد، از هواپیمای ایرباس A340 سری 313 استفاده کردش که هر ساعتی 6.5 تن مصرف سوختش هست و خب یک ساعت و نیم اگر بخواد این هواپیما برو بیاد حدود چیزی در حدود اگر اشتباه نکنم 8 نهایتا 9 تن با اون زمانی که روی زمین هستش مصرف سوختش خواهد بود، 9 تا 9.5 تن خواهد بود و خب هزینهش هم خیلی زیاد هستش. حالا ما امسال نمیدونیم زمستون با این سال نو با هواپیمای مسافربری خواهد رفت یا خیر. ببینین از اون محل شما فرمودین که از فرودگاه تا اونجا 7 کیلومتر و 800 متر فاصله فرودگاه تا کاخ ملک‌آباد. خب بعد از کاخ ملک‌آباد تا حرم امام رضا که این همیشه میره و قباروبی و این داستانا سخنرانی و خب اون فاصله رو باز قاعدتاً باید زمینی طی بکنه دیگه، چون فرمودین که محل فرود هلیکوپتر در چیز در ملک‌آباد نیست. اون چجوری انجام میشه؟ اون هم به همون شکل هستش، از خیابون اصلی منتقلش میکنن، اطراف خیابون رو میبندن، همون نیروهای سپاه ولیعهد خودشون اینها نظارت میکنن با همکاری نیروی انتظامی و بسیج و طبیعتاً سپاه استانی میان و خیابون رو میبندن و خب طبیعتاً همزمان وقتی این کار انجام میشه این هلیکوپترهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم با نیروهایی که اصطلاحاً سپاه ولیعهد هستن روی اون منطقه گشت‌زنی میکنن، یک یا دو فروند و به همراه اون هلیکوپتر نیروی انتظامی هم که معمولاً در شهر مشهد مستقر هستش، اینها پرواز میکنن، نظارت میکنن. تا حالا ندیدم و نشنیدم که از پهپاد بخوان استفاده بکنن و خب به قول معروف اون چیزی که خودشون ادعا میکنن، میگن ما اسنایپرهایی هم تک تیراندازهایی هم مستقر میکنن. حالا من خودم اون زمان که از نزدیک میدیدم ندیدم، ولی میگفتن که اینها اسنایپر هم دارن، تک تیرانداز هم دارن و سپاه ولیعهد و رده های بعدی اگر اعتماد بکنن که کمتر اعتماد بکنن به نیروی انتظامی شاید از تکیه‌انداز های نیروی انتظامی هم استفاده بکنن، ولی انتقالش زمینی که حدود 3 کیلومتر هستش، مسیری که طی میشه کمتر از 3 کیلومتر تا حرم که این میره معمولا به همین شکل صورت میگیره و گشت هوایی هم همیشه هست با اون فانتوم ها. ببینید سفرهای بین شهری دیگری که گاه انجام میشه اونها چگونه است؟ اشاره کردین به سفرهای از پیش اعلام نشده برای نوشهر، برای حالا نوشهر یا جاهای دیگه، و احیانا سفرهای دیگری که بین استانها انجام میشه و اعلام نمیشه، معمولا و ناگهانی ظاهراً برای عموم هست. این سفرها چگونه است و هم وسیله سفر و هم چگونگی حفاظت؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که سفرهایی که هرچه سن خامنه‌ای بالاتر رفته، اینطور که خب تصاویر ماهواره‌ای نشون میده، اطلاعاتی که در فضای مجازی هستش یا اطلاعاتی که پرسنل نظامی دارن، خب من صحبت میکنم، هرچی سنش بالاتر رفته سفرهاش هم کاهش پیدا کرده، نهایتا محدود شده به همین نوشهر و مشهد، ولی بعضی وقتها سفرهایی هم میره. در گذشته به دزفول میرفت در عید، معمولا بعد از مشهد میرفت دزفول، مدتی در بخشی از پایگاه چهارم شکاری مستقر میشد، همون یک کافی بود در گذشته که شاه وقتی به دزفول میرفت از اون استفاده میکرد، در مجاورت اون یک کاخ دیگه کوچیکتر برایش ساخته بودن که میرفت اونجا، چون اون رو تبدیل به مخروبه کردن میرفت اونجا اقامت میکرد. معمولا این سفرهایی که اعلام نمیشه، خب سطح خیلی اصطلاحاً محافظت ازش کمتر هستش. و مثلا چه سفرهایی؟ مثلا سفرهای دزفولش که انجام میشد، معمولا از همون فانتوم هایی که یا F5 هایی که در خود دزفول مستقر بودن، هر سال عید میرن اونجا و خامنه ای هم نباشه، از اونها استفاده میشد. نیروهای سپاه ولی هم به شدت کمتر بود استفاده میکردن، حتی حمل و نقلش با استفاده از همون آمبولانس های ضد گلوله ای که داشتن انجام میشد. معمولا در خب نه تنها خامنه‌ای، خیلی از سران جمهوری اسلامی از این آمبولانس‌های ضد گلوله هم استفاده می‌کردن، اونطور که من خودم دیدم حتی یه بار در شمال شرق تهران. و خب این معمولا به این شکل خیلی پنهانی تر صورت میگیره. ولی خب من به یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم، این پرسنلی که از ارتش اختصاص میدن برای محافظت از خامنه ای، اینها از یک اصطلاحاً از یک سری تحقیقات و بررسی های خیلی سفت و سختی رد میشن تا بتونن به این ماموریت ها اعزام بشن. مثلا اون خلبان های فانتومی که معمولا از پایگاه بندرعباس، چون من مصاحبه کردم برای یک گزارشی که اخیراً در یک روزنامه اسرائیلی منتشر کردن در این رابطه، روزنامه هستش به اسم اسرائیل هیوم، و خب یکی از خلبانان سابقی که قبلاً در گردان 91 خدمت میکرد، این داستان رو، این ماجرای واقعی رو تعریف کردش که هر سال یک ماه قبل از اینکه بخواد خامنه ای بره ماموریتش رو انجام بده، اصطلاحاً در نیروی هوایی ارتش حفاظت اطلاعات وظیفه بررسی سوابق اون خلبان‌هایی که اون 8 تا خلبان فانتومی که قراره ماموریت رو انجام بدن اعزام بشن و اون فانتوم‌ها رو بر عهده داره. افسران حفاظت اطلاعاتی که مثلا در گردان 91 اگر 28 تا خلبان باشه، کابین جلو عقب، 3 نفر یا 4 نفرشون افسر حفاظت اطلاعاتن. معمولا گردان، فرمانده گردان و معاون عملیاتش اینا افسر حفاظت اطلاعاتن. اینا وظیفه جاسوسی دارن از سایر خلبانا. پرونده رو می‌نویسن، گزارش رو می‌نویسن، تحویل حفاظت اطلاعات میدن. حفاظت اطلاعات میفرسته برای سپاه ولیعهد. سپاه ولیعهد اینا رو تایید می‌کنه. این 8 تا خلبان که تایید شدن، اینا با این فانتوم ها میرن مشهد، ماموریت مشهد. حالا شهرهای دیگه اگر کوتاه باشه از پایگاه مادر انجام میدن این ماموریت ها رو، ولی اینها میرن به قول معروف در یک حالت آیزولیشن، در یک حالت قرنطینه، از زمان ورودشون به شهر مقصد یا اگر از پایگاه مادر ماموریت انجام میدن، مثل مثلا سفرهای خامنه ای به شهر مشهد، اگر میگه به شهر نوشهر، اگر میگه 29 از تهران گشت هوایی داره، موقعی که سخنرانی داره حدود 3 ساعت در فضای باز، معمولا هر یک ساعت و ربع یه میگه 29 میره بالا با 4 تا موشک. این خلبان میره تو قرنطینه و قبلش حفاظت اطلاعات اینو چک کرده. در مشهد اینا رو میفرستن توی هتل داخل خود پایگاه مقدم هوایی شهید حبیبی. این از زمانی که وارد میشه تا زمانی که خامنه ای اونجاست و ترک میکنه، این تو قرنطینه است. فقط اجازه داره با خانوادهش تماس بگیره و اجازه بیرون رفتن نداره. باید تو همونجا بمونه. اینا اطمینان نمیکنن که حتی به این خلبان ها، و حتی بوده خلبانی بوده در گردان 91 پایگاه بندرعباس، این خلبان یک عموی داشته، این یکی از خلبان ها تعریف میکنه، قهرمان جنگ بوده، خلبان F14 که ساکن لس آنجلس هستش این عموی ایشون. و خب زمانی که این استخدام نیروی هوایی ارتش شد، عموش در ایران خلبان بود، یعنی هنوز در خدمت بود، ولی چون عموی این که قهرمان جنگ هم هستش و خیلی خدمات انجام داده بود اون زمان،
آمریکا بود، این رو هیچ وقت نه تنها کابین جلو نمیذاشتن بره، بلکه برای این ماموریت‌های خامنه‌ای اعزام نمی‌کردن. حالا چرا بعضی از خلبان‌ها می‌خواستن برن ماموریت خامنه‌ای رو انجام بدن؟ به خاطر وضعیت بد معیشتشون هستش و حقوق بسیار پایینشون هستش. این ماموریت‌های خامنه‌ای در اون سال‌ها، اون سال‌هایی که من ایران بودم، یعنی مشاهده می‌کردم، با خلبان‌ها صحبت می‌کردم، از خود دفتر خامنه‌ای شخص گلپایگانی که اگر اشتباه نکنم رئیس دفتر بود موقع، یه سکه طلا می‌داد به هر کدوم از اینا که ماموریت رو انجام میدادن. معمولا ماموریت اگر نوروز بود یک هفته، نهایتا 10 روز طول میکشید، اگر تابستون بود 2 هفته. اینا یه سکه طلا میدادن. الان چیزی که ما درآوردیم حدود 50 الی 80 دلاره، یعنی اگر تبدیل بکنیم اضافه جایزه‌ای که میدن، کارتی که میدن، دیگه سکه طلا هم نمیدن. یعنی این کسایی که تابستون رفته بودن امسال، نهایتا 80 الی 80 دلار. و خب برای یه خلبانی که وضعیت مالیش هم بد هستش، این یه تشویق بودش که بره اون مدت تحمل بکنه اون بدبختی ها رو، بره توی اون هتل بمونه، اجازه بیرون رفتن نداشته باشه، توی شیفت آلرت هم بشینه توی اون اتاق، حتی با خلبان ها و پرسنل عادی پایگاه نتونه صحبت بکنه. اینا ترسشون مثلا نکنه با اون فانتوم پاشه با تیربار دماغش مثلا کاخ ملک‌آباد رو حین گشت هوایی بره به رگبار ببنده. ترس اینجور مسائل، اینها معمولا اینها رو تحت فشار قرار میدن. و رده های دیگه هم احتمالاً به طور 100% این چکای امنیتی رو انجام میدن، مخصوصا پرسنل پدافندی که ارسال میکنن. بعضی وقتا کم میارن از یه پایگاه، مثلا بندرعباس 4 تا فاندوم داره میفرستن، 8 تا خلبان میخوان، خلبان تایید شده ندارن، میرن از همدان 2 تا دیگه میارن، میرن از ستاد نیروی هوایی 2 تا دیگه اضافه میکنن به اون 6 تایی که از مثلا بندرعباس تایید شده میارن. و خب هرچی هم که زمان میگذره و اعتراضات پرسنل میره بالا و اعتماد بهشون کمتر میشه، طبیعتاً این خلبان ها هم تعدادشون کمتر میشه و سخت‌تر میشه پیدا کردنشون. آقای تقوایی، اشاره هایی کردین که خودتون شاهد این بعضی به بسیاری از این اطلاعات که شما میدین و در محل شاهد بودین. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، اینو من باید ازتون بپرسم با توجه به اینکه اطلاعاتتون غیر از اینکه به روز شده است، این اطلاعاتی هم که مربوط به سالهای مثلا 95 96 97 اینا هم هست، حتی 98، اینها رو از نزدیک شاهد بودین. خودتون چیکاره بودین؟ من شهریور 91 به عنوان خبرنگار ماهنامه صنایع هوایی نیروهای مسلح رفته بودم از فرودگاه نوشهر برای یکی از مقاله هام عکس برداری بکنم و خب من یه پرونده امنیتی داشتم از 4 ماه قبلش و خبر نداشتم که این پرونده امنیتی برای من توسط یک شرکتی که متعلق به وزارت دفاع بود در وزارت اطلاعات ایجاد شده بود و به قول معروف اینا دنبال من بودن، ولی خب در رصد بودم، تعقیب و مراقبت. و من رفته بودم شهر نوشهر و از یک هلیکوپترهای نیرو دریایی برای رژه خامنه ای عکس برداری بکنم و خب خودم توسط سپاه ولیعهد دستگیر شدم و سپاه ولیعهد تصور کرد که من برای ترور خامنه‌ای هستم، البته یک نفر دیگه هم با من بود. و خب من از نزدیک اینها رو دیدم و روزهای قبلش هم نقل و انتقالات اینها رو می‌دیدم از نزدیک، ولی هدف من نیروی دریایی ارتش بود برای مقالاتم که نیاز به تصادف، چون به هر حال نوشهر بود، اینا همه دم دست بودن، برای من سخت بود برم بندرعباس یا بوشهر که از این هلیکوپترها تصاویر تهیه بکنم. و بنابراین برای مقاله‌های خودم رفتم و این تصاویر رو تهیه کردم، از نزدیک دیدم که چگونه نیروهای سپاه ولیعهد این ماموریت‌ها رو انجام می‌دادن. خوشبختانه تصاویرم رو همه رو گرفتم، چون که اتهامی که برای من درست کردن اتهام جاسوسی بود، یعنی همون چیزی که برای من اصطلاحاً اون افرادی که در وزارت دفاع بودن. یک کلمه بفرمایید که تا کی زندان بودین؟ من حدود 4 ماه و نیم بودم در بازداشتگاه کشوری ساری و بند 240 اوین و 209. 2 ماهش 209 بودم، 1 ماهش 240. بعدم با رشوه مثل بقیه از ایران خارج شدیم، یعنی بقیه. بله دیگه، طبیعتا باید یک پولی میدادم، ولی برای بررسی این که ممنوع الخروج هستم یا نه یه پولی به این یه مأمور نیروی انتظامی دادم که زیادم نبود، ولی بسیار سپاسگزارم. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای بابک تقوایی. بریم پرده آخر. زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم، مواصل همش این نیست. در زمان امام زمان هرکی زکات نده گردنشو میزنن. شب و روزگار خوش.